سرخط خبرها، درگیری خودی طالبان در تخار یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. طالبان یک جوان را در چاهاب تخار تیرباران کردند. سازمان رنگین کمان افغانستان: ما نگران مجازات اعضای جامعه LGBTQ افغانستان از سوی طالبان هستیم. و همچنان در پایان خبرهای خوش از میدان هوایی و نظامی کابل. مشروع خبرها: منابع ملی در تخار میگویند که در نتیجه درگیری خودی طالبان در این ولایت یک جنگجوی این گروه کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشته است. منابع روز 3 شنبه 12 سرطان به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این درگیری پس از 4 روز گذشته در ساختمان فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی چاهاب تخار رخ داده است. تا کنون دلیل این درگیری مشخص نیست، اما منابع می‌افزایند که مولوی برهان الدین بدخشی فرمانده دوله مرکز ولسوالی چاهاب با آمر توقیفخانه طالبان در این ولسوالی درگیر شدند. با گفته منابع، جنگجوی کشته شده و زخمیان رویداد افراد وابسته به برهان الدین بدخشی هستند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. درگیری خودی طالبان مورد تازه نیست. جنگجویان این گروه بارها به دلیل اختلافات داخلی و قومی یکدیگر را کشته و زخمی کردند. سال گذشته نیز درگیری خودی طالبان میان دو گروه پشتون تبار و تاجک تبار در ولسوالی فرخار تخار رخ داده بود که منجر به کشته شدن یک جنگجو و زخمی شدن 5 تن دیگر شد. طالبان یک جوان را در چاهاب تخار تیرباران کردند. منابع ملی در تخار میگویند که جنگجویان طالبان یک جوان را در ولسوالی چاهاب این ولایت برگبار بسته است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که جنگجویان طالبان این جوان را روز گذشته در منطقه چشمه چرمگیری از مربوطات ولسوالی چاهاب تخار به قتل رسانده است. به گفته منابع، فرد کشته شده الماس خان نام داشت و به تازگی از ایران برگشته بود. منابع تصریح میکنند که الماس خان از سوی جلال محبوبی از محافظان غلام حسین یکی از فرماندهان ملی طالبان در تخار تیرباران شده است. علت تیرباران شدن این جوان مشخص نیست و طالبان در تخار در این باره چیزی نگفته است. طالبان پس از تسلط دوباره شان بر افغانستان متهم به قتل و بازداشت شکنجه گزدردهی شهروندان به ویژه نظامیان حکومت پیشین هستند. سازمان رنگین کمان افغانستان: ما نگران مجازات اعضای جامعه LGBTQ افغانستان از سوی طالبان هستیم. یک نهاد موسوم به سازمان رنگین کمان افغانستان میگوید که طالبان 4 عضو جامعه LGBTQ را در پروان متهم به انجام لواط و آنان را زندانی کردند. سازمان رنگین کمان روز 3 شنبه در اعلامیه از وضعیت جامعه LGBTQ افغانستان زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای دروازه ورودی میدان نظامی کابل، 5 طالب تروریست کشته و زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان ساعت 8:20 شام دیر دوشنبه 11 سرطان دروازه ورودی میدان نظامی کابل را که در مجاورت با وزارت امور داخلی طالبان موقعیت دارد مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن 3 طالب تروریست کشته و 2 تروریست دیگر زخم برداشتند. همچنان یک اراده واسطه نقلیه ترورستان نیز کاملا تخریب گردیده. در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و مردم ملکی آسیب نرسیده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان عملیات‌های هدفمند خود را در مناطق مختلف کشور به منظور برچیدن بساط ظلم جنایت گروه تروریستی طالبان در هو اجرا می‌کند. طالبان در مورد چیزی نمی‌گویند. هماغوشی طالبان و ترورستان بین‌المللی و استانداردهای دوگانه غرب. روزنامه 8 صبح گزارش تحقیقی منتشر کرده در مورد اینکه طالبان برای گروه‌های تروریستی مثل شبکه القاعده و TTP در افغانستان شرک می‌سازند و بنابراین روشن است که قرار است از این گروه‌ها برای سال‌های دراز میزبانی کنند. اگرچه گزارش روزنامه 8 صبح حاوی جزئیات بیشتر در قیاس با دیگر گزارش‌های منتشر شده در این زمینه است، اما پیش از این برخی از مراکز پژوهشی که فعالیت‌های گروه‌های راسفغان را رسم می‌کنند نیز هشدار داده بودند که افغانستان زیر سلطه طالبان به بهشت امن برای گروه‌های تروریستی در سراسر جهان مبدل شده است. کشته شدن ایمن الزواهری در سایه وزیر اکبرخان شهر کابل و نیز دعوت سیف العدل رهبر کنونی القاعده از هوادارانش برای رفتن به افغانستان و استفاده از تجارب طالبان و همچنین کشته شدن مداوم فرماندهان TTP از سوی پاکستان در جنوب افغانستان همگی بیانگر حضور فعال گروه‌های تروریستی و شورشی در این کشور است. نکته‌ای که بسیار از مراکز پژوهشی و روزنامه‌نگار دنیا بر آن اتفاق دارند این است که در افغانستان ده‌ها گروه تروریستی حضور دارند و طالبان از آنها به گرمی میزبانی میکنند.
این گروه ها به علت ماهیت وجودی و طرز تفکرشان خطر جدی برای امنیت و ثبات افغانستان، منطقه و جهان به حساب می آیند. سالهای آینده از این بابت باز هم افغانستان در صدر خبرهای جهان قرار خواهد داشت. ظاهراً تاریخ در حال تکرار شدن است. در دهه‌های 80 و 90 میلادی نیز قدرت‌های غربی به منظور به چالش کشیدن حضور ارتش زرق در افغانستان، گروه‌های جهادی را در سراسر جهان در پاکستان و افغانستان گرد هم آوردند و آنها را کمک تسلیحاتی و لوجستیکی کردند و فعالیت‌های تن روانه آنان را به نفع سیاست‌های کلان غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا به شمار آوردند. در آن زمان از افراد همانند عبدالعظام و اسامه بن لادن و ایمن الزواهری بینان عناصر مطلوب و جنگجویان قهرمان در برخی رسانه‌های طرفدار غرب یاد می‌شد و نقششان در زمینه مبارزه با الهاد و شوروی مورد ستایش قرار می‌گرفت. بعداً مشخص شد که حمایت بدریغ آمریکا و کشورهای همپیمانانش از گروه‌های تروریستی به نتایج انجامید که از کنترل غرب بیرون بود. همین گروه ها و افرادی که روزگار دوشادوش غربی ها علیه بلوک شرق می جنگیدن و وقت اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و اوضاع تغییر کرد و مناسبات بین الملل چهره عوض کرد، به دشمنان درجه که غرب مبدل شدند و منافع کشورهای غربی و همپیمانان منطقه‌ایشان را مورد تمدید قرار دادند. در آن زمان سیاستمداران غربی خود اعتراف کردند چالش هایی که از نایه گروه های تروریستی متوجه غرب شده حاصل ریکرد قدرت های غربی و نتیجه مماشات و همراهین قدرت ها با گروه های تندرو در خاورمیانه برای ضربه زدن به منافع شوروی در منطقه بوده است. به نظر می رسد که چیز شبیه این داستان با تفاوت های بار دیگر در افغانستان تکرار می شود. این بار نیز آمریکا و همپیمانانش به این تصورند که با مدارا و سازش با طالبان می توانند مسائل ژئوپلیتیک خود را در منطقه تامین کنند. معلوم است که ارسال پولهای گزاف هفتوار به افغانستان که موجب جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این کشور شده برای رضای خدا انجام نمی شود و در پی آن بدو و بستانهای صورت می گیرد. گفته می شود که در توافقنامه دوحه میان طالبان و امریکا برخی فقرات افشان شده وجود دارد. احتمالا مطابق این فقرات طالبان موظفند در برابر امتیازاتی که به دست می آورند حافظ منافع ایالات متحده در افغانستان باشند. اینک نشست ایم دوحه در حال برگزاری است. طبق آنچه سخنگویان طالبان اعلام کرده است، قرار است در این نشست در مورد تحریم های بانکی به ضد طالبان گفتگو صورت گیرد. احتمال دارد که غربی ها متقاعد شوند، برخی از تحریم های بانکی و اقتصادی را از رژیم طالبان بردارند و به این گروه کمک کنند تا اقتصاد ضعیف کشور را سر و سامان دهد. امریکایی ها و اروپایی ها به صراحت از عدم حمایت خود از مبارزات مصالحانه و نظامی علیه طالبان سخن زدند، چرا که مقابله مصالحانه با طالبان را گزینه درست نمی دانند. این موضوع امتیاز بزرگی است که غربی ها به طالبان داده و خیال آنان را از این بابت راحت کرده و به طالبان اجازه داده با آزادی کامل به سرکوب مخالفان مصالح خود بپردازند. ساده لوحانه است که اگر تصور کنیم غربی ها این کار را بدون گرفتن امتیاز از طالبان انجام داده است. همچنین تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در چندین نشستی که با نمایندگان طالبان و نهادهای بین‌المللی انجام داده سعی کرده و طالبان برای رفع چالش‌های اقتصادی کمک کند.